سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه. میدونم که نتایج کنکور اومده و اومدم که یه تجربه رو باهاتون در میون بذارم. سال 1394 یه روز گرم تابستونی که من کنکورم رو داده بودم یکی دو ماه قبلش، میدونستم که همین روزاست که نتایج کنکور قرار اعلام بشه. یه روز صبح من توی اتاق خودم خواب بودم که تلفن خونمون زنگ زد و بابام بود و من همونجا فهمیدم که احتمالاً رتبه منو چک کرده و زنگ زده که به مامانم بگه. من تلفن رو از توی اتاق برداشتم و نمیدونید چه استرسی داشتم و بابام پشت تلفن به مامانم گفتش که ببین رتبهش 70 شده و دقیقاً با همین لحن و ببین با یه لحنی که یه ذره مثلا دارم میگم ناراحتی حتی توش بود و اینو بذارین کنار، من خودم دنیا رو سرم خراب شد و این عجیبترین چیزیه که شاید یه نفر بشنوه. من رتبه 2 رقمی کنکور شدم و ذره بابتش خوشحال نیستم. چرا؟ به خاطر اینکه من آزمون‌هایی که میدادم اون زمان توی مشهد همیشه اولی میشدم، اون 3 تا آزمون آخر سنجش که دادم رتبه من تکرارمی شد توش، آزمون‌هایی که همه میدادن و واسه همین همه مشاورهای من تخمین زده بودن که رتبه من ته تهش در بدترین حالت ممکن میشه 30، اما رتبه من نشد 30، شد 70 و این یه شوک خیلی بزرگ بود واسه اطرافیان من، واسه خود من و واسه مشاورین من. بعد از اون من حدودا 2 ساعت بعد زنگ زدم به اون کسی که مشاور مخصوص من توی کنکور بود و بهش گفتم که سلام چطوری فلان و فلان و فلان، گفتم من رتبه‌ام شده 70 و یه دادی سرم زد و بهم گفتش که بعد عید اصلا درس نخوندی، درست بعد عید شوشو در آوردی فلان و بیسار و اینا. و ببین انگار انگار که واقعا رتبه من شده بود 70، میدونی خیلی عجیب بود و من نمیتونم به دیگران خورده بگیرم چون خود منم حتی بابتش خوشحالی نکردم. و حالا گذشت، بعدها دیگه مثلا یه ذره واسم جا افتاد که چقدر رتبه من خوب شده، بابا مثلا من خیلی رتبه خوب شد. آها اینم بگم که مشاور مدرسه‌مونم همون روز بهم زنگ زد و گفتش که فلانی فلانی شده این. بعد اینطوری بودم که ببخشید من واقعا معذرت میخوام که واسه مدرسه مسخرتون رتبه 2 رقمی آوردم، مثلا ای کاش که رتبه من میشد 4 رقمی، میشد 5 رقمی، تو الان از من طلبکار نبودی. خلاصه گذشت و من رفتم دانشگاه و موضوعی که اینجا هست اینه که بچه ها رتبه که من آوردم رتبه بودش که من هر چیزی که میخواستم باهاش میتونستم بیارم، یعنی من همه دانشگاه ها همه رشته ها رو میتونستم بیارم و اولین انتخابم حقوق شهید بهشتی بود، به خاطر اینکه من برخلاف خیلی ها عشق دانشگاه تهران نبودم و شنیده بودم که دانشگاه شهید بهشتی حقوقش خیلی خوبه، موقعیت مکانیش رو خیلی دوست داشتم و خلاصه هر چیزی که میخواستم رو میآوردم و اولین انتخابم رو آوردم و رفتم دانشگاه. و توی دانشگاه اونم رفتم رتبه 3 کلاس بود، یعنی یه 31 داشتیم قبل از من، یه مثلا فکر کنم 60 خورده‌ای بعدش من بودم. و داستان بودش که تنها چیزی که اینجا مشکل بود این بودش که من میخواستم مثلا تک رقمی شم یا 2 رقمی خیلی بهتر بشم ولی نشده بودم و این موضوع سبب ناراحتی من شده بود. و من بعدها که برگشتم به اون روزای خودم فکر میکردم فهمیدم آدمیزاد چقدر میتونه با خودش بی‌رحم باشه، چقدر میتونه خودش رو دوست نداشته باشه، چقدر میتونه قدردان خودش نباشه، کاری که من کرده بودم. و البته بعد از اون موضوع این درس خیلی بزرگ شد واسم که کوچکترین دستاوردی که توی زندگی به دست میارم و ارزش بدم بهش و واسش جشن بگیرم. حالا اما تو این ویدیو اومدم با تویی که الان جواب کنکورت اومده یه صحبتی بکنم. فرقی نمیکنه که تو الان به خاطر اون رتبه خوشحالی یا ناراحتی، فرقی نمیکنه که راضی بودی از رتبت یا انتظاری یه رتبه خیلی بهتر داشتی. حرفی که میخوام بزنم بهت اینه که رتبه کنکور تو شاید در کل زندگی نهایتاً 20% تاثیر داشته باشه و اونقدر فاکتورها و المانهای مهمتر از رتبه کنکور توی زندگی تو وجود داره که احتمالا وقتی 40-50 سالت میشه خندت میگیره که یک روزی نشستی و واسه اون رتبه قصه خوردی
یک روزی نشستی و خودتو سرزنش کردی بابت اینکه رتبت میتونسته بهتر باشه، یه روزی نشستی خودتو سرزنش کردی واسه اینکه چرا بیشتر درس نخوندی. و اینو میخوام بهت بگم که رتبه کنکور تو هر چی که باشه، خودت و آدمهای اطرافت بعد از یه مدت حتی یادشون نمیاد. اتفاقهایی توی زندگی میفته که بعدن تو میفهمی که رتبه کنکور در مقابل اونها هیچی نبوده. ببین اینو انکار نمی کنم که تو اگر رتبه کنکور خوبی آورده باشی و بتونی با اون رتبه کنکور توی دانشگاه خوبی بری، یه سری امتیازات داری که غیر قابل انکاره. تو وقتی که وارد دانشگاه خوب میشی، بالاخره توی محیطی درس میخونی که همه آدم ها واسه حضور توی اون محیط خیلی تلاش کردن، با آدم های ارتباط میگیری که آدم هایی هستن که توی اون حوزه متخصصن و ارتباطات و لینک هایی میسازی که احتمالاً در آینده خیلی به درد تو میخوره. اما این به این معنی نیست که اگر تو رتبه خوبی نیاوردی و نتونستی توی دانشگاه مثلا تاپ درس بخونی، دیگه هیچ وقت نمیتونی تو اون زندگی اون لینک ها رو داشته باشی، اون ارتباطات رو داشته باشی و توی اون محیط ها باشی. چیز مهمتری که میخوام بگم اینه که تو اگر یه رتبه کنکور خوب الان آوردی و با اون رتبه میتونی بری یه دانشگاه خیلی تاپ، فکر نکن که از الان به بعد دیگه همه چی تمومه و تو به واسطه اون رتبه کنکور خوبت قرار موفق شی، پولدار شی، بهترین شی، خیلی راحت مهاجرت کنی. اصلا اینطوری نیست. ببین خودم واسه مثال میزنم، من زمانی که وارد دانشگاه شدم رتبه کنکورم خیلی خوب بود، بهترین دانشگاه داشتم درس میخوندم و خیلی آدم پریویلیجی بودم از این نظرات، و همین موضوع باعث شده بودش که من تصور کنم من دیگه اگر از الان تا آخر عمرم هیچ کارم نکنم، قراره که به بهترین ها برسم، قراره که یه زندگی خیلی ایدئال داشته باشم و دیگه لازم نیست من تلاش کنم. اما من کاملا در اشتباه بودم. ببین چیزی که من نمیدونستم اینه که این بودش که اون رتبه دو رقمی کنکور فقط و فقط یه مسیری رو واسه من باز کرده بود که من اگه میرفتم تو اون مسیر مینشستم، در نهایت به هیچ جا نمیرسیدم. من باید میرفتم و دوباره بیشتر از قبل تلاش میکردم برای اینکه بتونم یه شغل خوب داشته باشم، برای اینکه بتونم چه میدونم به جاهایی که میخوام برسم، به موقعیت اجتماعی خوب برسم. و واقعا تا ترم 8، تا زمانی که من رفتم کنکور ارشد دادم و دیدم که نه از این خبرها نیست، من اینو نمیدونستم. و بعد این واقعیت مثل یه پتک خورد تو صورتم و فهمیدم که من باید هر روز تلاش میکردم. اون تلاشی که من کردم فقط یه دریچه‌ای بوده رو به دنیای بزرگتر، رو به فرصت که من باید حالا شروع میکردم بیشتر از قبل تلاش کردم. پس ببین دوباره ماجرا رو که نگاه میکنی به این میرسی که رتبه کنکور واقعا 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 مسئله خیلی مهم و مهمترین مسئله توی زندگی تو نیست. تو میتونی وارد یه دانشگاهی بشی که شاید از نظر رنگ و اینجور داستانا تاپ نباشه، اما خودت میتونی یه عملکرد تاپ توی اون دانشگاه داشته باشی. و علاوه بر اون نکته کلیتر و مهمتر اینه که به صورت کلی الان فقط دانشگاه و فقط درس خوندن تنها راه واسه موفقیت نیست. الان ما داریم توی زمونه زندگی میکنیم که آدم ها باید از چند بود و از چند جهت خودشون رو تقویت کنن. آدم ها باید اگر که توی دانشگاه دارن درس میخونن، همزمان حواسشون به این باشه که شاید یه روزی مجبورشن مهاجرت کنن. همزمان باید حواسشون به این باشه که بتونن مهارت یاد داشته باشن. ببین خود من الان آزمون کانتو دادم و از روزی که من آزمون کانتو دادم تا روزی که بتونم بالاخره به درآمد ثابتی برسم احتمالاً 2 سال طول میکشه. خب و توی این 2 سال من رسماً اگه که شغل دیگه نداشتم نمیتونستم امرار معاش کنم، نمیتونستم زندگی کنم. من توی این 2 سال نیاز داشتم به این که برم یه جای دیگه کار کنم، نیاز داشتم یه مهارتی داشته باشم که ازش پول در بیارم. پس ببین حرفم اینه که رتبه کنکور تو خیلی زود فراموش میشه، چه خوب باشه چه بد باشه. اگه خوب باشه شاید تو همون اول کلی خوشحالی کنی، آدمای دورت کلی خوشحالی کنن، جشن بگیری که اینا البته همه لازمه، اما واقعا چند ماه بعدش وقتی وارد دانشگاه میشی میبینی که اوکی همه رتبه خیلی خوب اینجا داشتن، و از اون طرف اگه تو رتبه کنکورت بد شده باشه، ببین اونقدر سریع فراموشش میکنی که بعد برمیگردی و به این قصه‌ای که الان داری میخوری میخندی. و اینطوری که من واقعا نگران چی بودم، من واقعا واسه چی داشتم قصه میخوردم. پس حرفی که میخوام باهات بزنم به عنوان کسی که این مسیر رو طی کرده
به عنوان کسی که رتبه دو رقمی رو برده ولی باز به نظرش کم بوده و به خاطر این موضوع خودش رو سرزنش کرده، میخوام بهت بگم که رتبه کنکور یه فاکتور خیلی خیلی کوچیک توی زندگی توه و فاکتورهای مهمتر تلاش توه، پشت کار توه، هوش توه که بشناسی موقعیتهایی که واسه خوبه و بتونی ازشون استفاده کنی. پس اگه الان داری قصه میخوری، پاشو خودتو جمع کن، واقعا دارم بهت میگم، پاشو خودتو جمع کن و شروع کن یه زندگی رو که خیلی خیلی توش میتونی قوی باشی. و از اون طرف اگه الان رتبه کنکورت خیلی خوب شده و به خاطرش کلی به خودت گره شدی، بازم خودتو جمع کن، به خاطر اینکه اگه این غرورت تبدیل به غرور کاذب باشه، کاری میکنه که تو کاملا توی زندگی عقب میافتی و نمیتونی از موقعیتی که به دست آوردی استفاده کنی. حرفی که میخواستم بزنم همین بود. خیلی امیدوارم هر کسی که رتبه کنکورش الان اومده و داره ناراحتی میکنه یا دیگه فکر کرده اوف چون خوب شده دیگه دنیا واسش تموم شده و دیگه ته دنیا همینه، امیدوارم این ویدیو رو ببینه و اینکه بیاد بغلم. و از الان میخوام بهتون بگم که یه مسیر پر از بالا و بلندی و پستی و همه اینا جلوتونه که مسیر خیلی قشنگه، اما لازمش اینه که تو صد خودتو تو این مسیر بذاری. همین دیگه، دوستتون دارم، توی ویدیوهای بعدی میبینمتون. خدافظ.